برای بریم اصل داستان یک روز توی آموزشی چطوری میگذره بچه ها بعد که برمیگردین داخل اول آموزشی یا کلاس براتون دارم میزنن یا آموزش دارم براتون میزنن یا آنکارد آن تخت رو یاد دارتون دارن میدن یا چه می‌دونم قوانین کلی رو در یاد و میافتن به قول خودمون چال می‌کردن چال کردن یا چی باشه چیزی که خیلی مهمه و من توی ویدیوی قبلی هم نگفته بودم یادم رفته بود بهتون بگم این که ساعت دوازده و نیم که میشه حتما برید حالا یه روز من توی یگان چطور بود بازم بهتون میگم جای مختلف برنامه مختلف داره و هیچ روش نوشته و اینکه کجا بیفتید چه قسمتی باشید اصلا از همون اول مثلا بنده پیدا داشته باشید انداخته باشه تو مستقیم توی قسمت یا اصلا اه... یا مثلا رستتون عملیاتی باشه چون فرامتور باشین و همانطور باشین از همون اول بفرستن تو سر عملیات اینا همش متفاوته ولی کلیتش چیزی که من دیدم اینطوری بود دوباره ساعت پنج بیدارتون میکنم قبل از ازان باید برید نماز بخونید یه دور ساعت پنج باید نظافت کنید البته من یادم رفت توی آموزش هم همینطوری بود بعد نظافت میکنید ولی از اونجایی که من قسمتی بودم سریع میرفتم سر قسمتم هم قسمتم اون یه جارو آب و جارو میزدم تمیز میکردم اونم نظافت من بود دیگه پنج بیدار شدید نظافت کردید بعدش میرید صبحونه میخورید صبحونه که خوردید و از این کارا سومونتون که خوردید میایید وای میسید توی دسته های مختلف حالا دسته های مختلف چی هستند باشه چند دسته داریم اونجا خب آقا ما چند تا دسته داشتیم یعنی چی ما چند تا دسته داشتیم توی یگانم مثل آموزشی بسته به حالا مسئولیتتون یا بسته به مدرکتون یا بسته به یه سری چیزا که الان بهتون میگم بعدم به چند تا دسته تقسیم میشید ما که تو ارتش بودیم چند تا دسته داشتیم یه دسته اون که ها بودن بچا عملیاتی توی قرارداد نمیمونن عملیاتی رو میفرستن جای مختلف که حالا شای یا نزدیکن یا خیلی دورن یا مثلا میفرستنشون بالای پاسگاه ها کلا بعد از یک ماه میرن عملیاتی ها اگه شما عملیاتی شدین توی حالا خدمتتون توی ارتش اینو بدونید که البته میتونیدم راستتون رو تغییر بدین بیاید پاسدار بشید حالا اینا جزئیاته یه دسته عملیاتی بودن یه دسته مثلا پاسدار بودن یه دسته قسمتی ها بودن که توی ویدیو قبلی براتون توضیح دادم قسمتی همون مسئولیت داره بودن یه دسته دیگه هم خدمات بودن که قصد قسمتی و ما تقریبا یه جورای یکی بود به این قسمت که تقسیم میشیم و ادوایسی تا فرمانده گروهان ها یعنی چند تا فرمانده گروهان داریم و فرمانده کل گردان تشریف بیارن وقتی که میان اونجا بازم رندوم یه سری اتفاقا ممکنه بیفته یو مثلا یکی تون بردارن ببرن بگن آقا تو اصلا از امروز قسمتی برن شو برو فرانجا یو مثلا بیان گیر بدن به لباساتون یا بیان بگن آقا بازدید داریم فرانتور باید بکنیم مثلا یه سری توضیحات میدن مثل مدرسه که مثلا بعضی روزای روزای خاصی بود و یه سری چیزا براتون توضیح میدادن اگر هم چیز خاصی نباشه بازم یه سری چیزا چک میکنن میان نگاهتون میکنن موی سرتون رو چک میکنن باشه که ترتمیز مرتب باشید مثلا آنکار زون داخل انجام داده باشید پوتینتون درست باکس زده باشید نمیدونم گتر پاچه پاتون که ویدیوش هم گذاشتم براتون آموزش دادم براتون انجام داده باشید دیگه براتون بگم لباستون درست تنتون کرده باشین کراتون هم گذاشته باشین و وایستاده باشین اونجا که گیر بتونن وقتی که توی چشم بیفتید دیگه میرید زیر ذره بیو سر نه نکنید کار با خودتون فرمانده گردان که میره دستایی که میمونن حالا اونا که قسمتی هم. میان سر می... میان خب شما برید اون مسئولیتی که داشتید ادامه بدید فرمانده گردان که میره فرمانده گروهانا وای میسن و شما رو آره میفرستن قسمتتون یا یه پاسدار باشید میفرستنتون توی پاستون لوحه رو مینویسن یه چیزی هست بچا به نام توی خدمت توی سربازی که کسایی که میرن پاس میدن میرن توی لوحه اون لوحه چیه لوحه یه کاغذ توره حالا اصطلاح لوحه داره یه کاغذی که اسم کسایی که پاس دارن و, و قسمتشون رو تو اون چیزه می تو اون لوحه می و فرمانده گروه هم میاد چک میکنه معمولا منشی ها این کارو میکنن لوحه رو می و و سعی کنید با منشیتون خوب باشید چون که منشیتون میتونه دهنتونو رو سرویس کنه <تصفح> خلاصه با منشیاتون خوب باشید چیزی که خیلی مهمه که با منشیاتون خوب باشید معمولاً آدمای خ... معمولاً هم آدمای درست با معمولا ما خوب خوبو میزنن ماشین معمولا معمولا بچا منشیا خودشون چون چخ... سربازن دیگه درکتون میکنن خلاص که فرمانده گروهانم میان چک میکنن لوه رو اگه کسی مشکلی داشته باشه نتونه امروز پاس بده با اینا رو این مسائل رسیدگی میکنن و بعد که لیست پاس تا رو تکمیل شده اون لوه تکمیل شده کسی مشکلی نداشت و نمیدونم هیچ مشکلی نبود کسایی که توی لوه هستن و پاس دارن و میفرستن سر پاسشون ماشین میاد دنبالشون دست دسته و میرن قسمت های مختلف و پاسشون رو میدن پاسداری میکنن حالا پاسداری که رفتن قسمتی هم که رفتن حالا تا اینجا داستان که قسمتی ها رفتن سر قسمتشون اگه بیرون قرارگاه باشه پاسدار که رفتن سر پاسشون قسمتی ها که داخل قرارگاه چون که خود قرارگاه هم قسمت داره مثلا چه میدونم انوار داره نمیدونم آرشکا داره براتون میگه مسئول سرویس بهداشتی داره مسئول فلان داره مسئول مثلا چه میدونم تاسیسات و این چیزا داره این اگه نرم سر لوح پاسداری اگر کسی بیاد از بیرون قرارگاه تو از کل پادگان کل پادگان ها، قسمت کوچیکی از پادگانه اگه کسی بیاد کار داشته باشه نیاز به سرباز داشته باشه اینا رو میبره ولی خب نگران نباشید هم که قسمتی هستید ماکسیمم مقداری که ازتون کار میکشن حتی بسته به جایی که میریدم داره معمولا تا ساعت دو سه بعد از ظهر مثلا تا ساعت اداریه خلاصه که اگه کسی کاری داشته باشه میاد از این سربازا برمی داره میبره همکاری چه میدونم بیل زدن بیگاری هر اصطلاحی که بهش میگن کمک میکنید و بستگی دارین که اون کار چقدر طول بکشه نگهتون میدارن و برمیگردین اونا که میان سر پاس بسته به اون شرایط پاسداریشون حالا اینکه مثلا 24 24 باشن نمیدونم شب شبه باشن 24 48 باشن بسته به اون شرایط پاسداریشون میرن پاسشون رو میدن حالا یه روز بعد یا دو روز بعد یا به هر شکلی که پاسشون باشه برمیگردن و دسته بعدی رو میفرستن ولی خب نکته که هست این که بچه کسایی که پاسداری میدن واقعا پاسداری کار سختیه من دارم، میگم همون روی تو ویدیو قبل گفتم بچه پاسداری واقعا چیز سختیه معمولا کسایی که پاسدارن معمولا دارم میگن به کار نمیگیرنشون یعنی چی یعنی مثلا کسایی که مثلا قسمتی رو میگیرن به کار پاسدارا بنده خدا چون مثلا 24 مثلا معمولا معمولا 24 24 یعنی چی یعنی 24 ساعت میان پاس میدن حالا اون شکل سیستم خودش داره پاسداری که چطوریه ولی یعنی 24 ساعت که برمیگردن دیگه زیاد ازشون کار نمیشن بنده خدا واقعا از نظر روانی و از نظر چیز چون نخ... چون خواب درست هم ندارن خواب درست هم ندارن اه... میان اینجا معمولا استراحت میکنن حق دارن من واقعا حق دارن، واقعا حق دارن که میرن سر پاسداریشون حالا سیستمشون مشخصه کسایی که میرن قسمت حالا قسمت های اداری اگه برید یا تا ساعت یکی یا تا ساعت دو یا بعضی جام تا ساعت چهار میمونن حالا بستگی داره کدوم قسمت برید و اینکه روز خانواده باشه یا نه باشه دو روز در هفته روز خانواده است فکر کنم سه شنبه و پنج دو شنبه و پنج شنبه است روز خانواده است اون روزی که خروج خانواده است زودتر میرن خونه حالا کادریا زودتر میرن خونه شما هم اون مسئول مسئول هر قسمتی باشه دیگه با اونجا رو مثلا برید دیگه شما هم باید برید بستگی داره بازم به اینکه کدوم قسمت باشه اگه مثلا همون قسمتتون هم خوابگاه داشته باشه که اصلا همونجا میمونید میخوابید دیگه خلاص بسته به مسئولیتتون اینکه حالا شاید تو قرارگاه باشید یا نباشید اینکه قسمتتون چی باشه ساعتش متفاوته اگه تو قرارگاه هم باشه که مثلا یه جوری 24 باید حواستون به با اون قسمت باشه که هستی دیگه مثلا چه میدونم تایم درست حسابی نداره مثلا انباردار هم مثلا معمولا باید باشه مثلا یکی چیزی خاص برداره یا مثلا اینکه مرخصی سالیانش بود یا مثلا چه میدونم میخواست چه میدونم هر چید به هر دلیلی در انبارو باز کنه چه میدونم مثلا یه ساعت جاروها گذاشته تو مثلا برای مثال شاید چاعت... ولی مثلا شاید مثلا جارواری که توی بادگان مثلا استفاده میشه رو تو انبار انبار با یه جورایی باشه شاید اینا رو بهتون میگم یه مقدار نگران مرخصی ساعتیتون بشین بچه مرخصی ساعتی و برای کسی که مسئولیت دارن با توجه به شرایطشون میدن مثلا اگه انبار دارید مثلا خب انبار معمولا ساعت هم داره ها. انبار دار مثلا انبار یا قسمت های مختلف ساعت هم دارن آرشگر مسئول این نیست که 24 باشه یا مثلا حالا چون رفیقتون شاید چون سرباز شاید هر وقت برید سمتش کارتون انجام بشه ولی مسئولیت اینو ندارن که یک بند اونجا باشن خب اینا هم ساعت دارن ولی مرخصی بخوان میتونن برن مرخصی ساعتی بخوان میفرستن نگران اون نباشید کسی که مسئولیت دارن هواشون دارن کسی که پاس دارن هواشون دارن کسی که مسئولیت دارن یه جور هواشون دارن کسی که پاس دارن خب یه جور دیگه هواشون دارن باشه هر بار میام براتون ویدیو بگیرم میگم 5 دقیقه تماشا میکنم یهو نگاه میکنم. به ساعت که اون 52 دقیقه رکورد اصلا میگذره تا ساعت 8:30 روتینش اینجوری که تا ساعت 8:30 که دوباره یه آمار بیاد تا ساعت 8:30 بچا بازم بهتون میگم هیچی مشخص نیست یا یه جای یه کاریه یه جایی یه چیزیو دارن درست میکنن یه جایی دارن مثلا نیاز به سرباز دارن که کار بکنن یهو میان برمی دارن میبرن تو اصلا هیچی روش ننوشته یهو مثلا مثلا فلانی میخواد بیاد باید نظافت کنید بهمانی میخواد بیاد باید نظافت کنید مثلا یه سری کار نظافت های عجیب اصلا شاید بکنید مثلا بهتون میگن علف های مثلا کل پادگان باید بزنید مثلا پادگان باید رنگ کنید اصلا همه کاری همه کاری هست اصلا هیچ روش نمیشه خب البته بهتون میگم که به هر کسی هم نمیسپارن مثلا اگه مثلا یه کاری به یکی میدن مثلا خودش گفته یا بردم یا یه جورایی توش دیدن که مثلا این کار میتونه انجام بده تا ساعت 8:30 ساعت 8:30 دوباره آمار میگیرن بچا آمار صبح یگان و آمار شب یگان مهمه صبح که خیلی مهمه آمارش حالا شب مثلا چون نه فرمانده گردان شاید نباشه فرمانده گروهان هم نیست فقط یه افسر شیفت است حالا مثلا توی خوابگاه خوابیده باشید یا مثلا واقعا خسته باشید شاید نیاز نباشه تو آمار باش بیاید اوکی مثلا اگه خسته باشید درکتون میکنم مثلا تو آمار نیمادی شاید مثلا افسر شیفت گفتش اشکال ندارم مثلا من دیدم خواب یا مثلا میدونم چشه نه آزاریشو بزنید ساعت 8 که آمارتون یه بار دیگه گرفتن یه نظافت دیگه دارید نظافت هم که انجام دادید میرد کارتون میکنید و میرد برای تایم خاموشی و خواب این سیستم کلی بود بچه ها یعنی چی؟ یعنی اول که میرید توی پادگان یک روز در پادگان یا همون یگان اینطوری میگذره، یک روز در آموزشی اول آموزشی اونطوری میگذره اگه برید سرباز قسمت شید اگه برید کار اداری بکنید اگه برید مسئولیتی دستتون بگیرید اگه کلا تو قرارگاه نباشید چون کسایی هست که تو قرارگاه نیستن خوابگاهشون جدا مثلا بچه های نیرو انسانی معمولا خوابگاهشون جدا مثلا شاید برنگردن این قرارگاه اینا بازم شرایط خودشونو دارن ها اینا شرایط خودشون دارن ولی ولی بچه اول خدمتتون اگه پاسدار باشید همین سیستم همین سیستم ولی کم کم که میرین جلوتر پایتون که میره بالاتر چون از نظر روانی اوکی شدید با اون شرایط آسون تر بهتون میذاره اول خدمت شاید یه مقدار با توجه به چیزایی که بهتون گفتم یه ساعت 5 صبح کی بیدار میشه ساعت فلان مثلا کی دوبار نظافت میکنه کی فلان میکنه کی بهمان میکنه بیل کی بیل میزنه کی فلان میکنه آره یه مقدار سخت به نظر میاد ولی خب هی که میرید جلوتر بیشتر درکتون میکنن و خدمت براتون آسون تر میشه بچه این کلیت داستان بود حالا مثلا ما یا مثلا تو پادگان دیگه ممکنه یه شرایط دیگه ای داشته باشه مثلا ما خودمون یه جایی داشتیم میدونم اتاق موبایل که برای کسایی که مثلا از جای دور اومدن یه قسمتی رو محدود تعبیه تح... کرده بودن تعبیه کرده بودن درست کرده بودن اه... که شما میتونید از موبایلتون استفاده کنید حالا چه اندرویدی باشه چه ساده باشه اول خدمت سعی کنید با گوشی ساده برید بعد که دیدید اونجا میذارن گوشی اندرویدی ببرید اگه گذاشتن ببرید یه سری جا اصلا ممنوع قداغنه و نمیذارن ببرید دا. اگه گذاشتن ببرید مثلا میتونید بگید با پست و فرستند براتون چیزی که براتون گفتم خلاصه یه روز توی آموزشی و یک روز توی یگان بود که تنها تفاوتش هم اینه که توی اون یکی پاسداری ندارید توی چیز توی آم... آموزشی پاسداری با اصلا اون چیزا ندارید ولی خب آمادهتون میکنن با پاس پوتین و با پاس اه... چه میدونم اه... سرویس بهداشتی و با پاس همون این چیزا البته این پاسا که الان دارم بهتون میگم پاس پوتین و پاس این چیزا رو اینا توی یگانم هستا آها آه این یادم رفت بهتون بگم شب که میشه خاموشی که میزنن یه سری از افراد رو میذارن به عنوان پاس پوتین یا پاس آسایشگاه یا پاس سرویس بهداشتی و این چیزا یکی هم به عنوان یک نفر هم به عنوان پاس بخش میذارن یعنی چی یعنی به هر حال یه سری ها که مثلا حتی نمیرن پاسداری پاسدار نیستن قسمتی هم هستن باید شب بیدار بمونن برای چند ساعت دیگه چیزی هم از قلم ننداختم تا چیزی هم که خواستم بهتون میگم اضافه کنم جمعه هاست جمعه ها شاید بزنن یک ساعت بیشتر بخوابید یا کسایی هم که قسمتی هم قسمتشون نمیرن تحتیل قسمتشون و چیزی هم دیگه از قلم ننداختم جمعه ها تنها که جمعه ها دارش اینه که شاید کل اون روز رو مثلا بگن آزاد بگردید یعنی مثلا ناقص بکردید نه اینکه هیچ لباس نظامی مثلا بر شلوار شلوار لی بپوشید نه ولی لباسه مخصوص خود خدمت یا مثلا سیستم ناقص شلوار خدمت باشه مثلا تیشرت تنتون باشه مثلا لباستون برید بشورید مثلا یه سری تفاوت‌های تفاوت ریز داره که اصلا خودتون برید اونجا اگه رفتید متوجه خواهید شد مثلا یه ساعت میزنن صبح بیشتر بخوابید اون تا آن فرقی نداره پاسدارا میان پاسشون میدن قسمتی ها شاید مثلا اون روز بتونن مثلا استراحت کنن یا مثلا به کاراشون برسن همین وای خسته شدم دیگه فکر نمیکنم ویدیو اینقدر طول مواظب خودتون باشید امیدوارم که اگه میت خدمت خدمت Ho bi da što hoš? Ja da.